سلام و درود به حاشیه نیوزی ها و نظامی دوستای گرامی. به نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. با یه نظامی دیگه در خدمتتون هستیم و می‌خوایم به یه قسمت دیگه از جنبه‌های تاریخی نظامی بپردازیم و از نابودی یکی از مهمترین سران داعش توسط نیروهای دلتای آمریکایی براتون بگیم و با هم بریم توی عملیاتشون و لحظه لحظه این عملیات رو تجربه بکنیم و یه بار دیگه عملیاتی که توسط این نیروها انجام شد رو بررسی بکنیم. پس تا پایان این برنامه از حاشیه نیوز ما رو همراهی بکنید و اگه تا حالا به جمع نظامی های یوتیوب پیوستید سریعا کلید سابسکرایب رو بزنید تا با هم همراه باشیم. توی ساعت اولیه روز پنجشنبه 14 بهمن دو فروند هلیکوپتر بلک هاک و یه فروند شینوک نیروهای ویژه نیروی زمینی ایالات متحده حامل دست کم 40 نیروی ویژه دلتای ارتش آمریکا در مجاورت یک ساختمان سه طبقه توی منطقه تحت کنترل نیروهای اسلامگرای تحت حمایت ترکیه در استان ادلب سوریه فرود آمدند. چند دقیقه بعد از دور کردن ساکنان غیر نظامی های منطقه، نیروهای دلتا وارد ساختمانی شدند که دومین رهبر داعش ابو ابراهیم الهاشم القرشی معروف به حاج عبدالله به همراه یه تعداد از همراهانش ساکن اون بودند. نیروهای ویژه‌ای که به قصد به اسارت گرفتن او وارد ساختمون شده بودند، یکی از همراهانش رو در طبقه دوم کشتند. مرگ محافظ و معتمد رهبر داعش در اون طبقه باعث شد خود او قبل از رسیدن نیروهای ویژه جلقش رو در طبقه سوم ساختمون منفجر بکنه و ضمن کشتن خودش اعضای خانواده‌اش رو هم به کام مرگ بفرسته. توی این عملیات دست کم 8 فروند هلیکوپتر، 2 تا هواپیمای سوخت‌رسان، 2 تا هواپیمای جنگنده و 3 فروند پهپاد شناسایی رزمی از نیروهای هوایی و زمینی ارتش ایالات متحده و همچنین یگان پروازی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکایی همون سیاه حضور داشت. اما در بین اونها مهمترین نقش رو 6 فروند هلیکوپتر از هنگ 160 هوایی عملیات ویژه نیروی زمینی ایالات متحده ایفا کرد. یکی از این هلیکوپترها احتمالاً به دلیل برخورد گلوله‌های شبه نظامیان هیئت تحریر شام دچار نقص فنی شد و در نزدیکی منطقه عملیات رها و بعد از اون منهدم شد. عملیات شکار دومین رهبر گروه افراطی داعش یه بار دیگه اهمیت هلیکوپترهای هنگ 160 هوایی عملیات ویژه نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا رو در عملیات‌های شکار یا به اسارت گرفتن رهبران گروه‌های افراطی اسلامی به نمایش گذاشت. این هنگ هوایی عملیات ویژه هوابرد با 2700 نفر پرسنل و 167 هلیکوپتر و 12 فروند پهپاد مجهز به 4 تیپ هستش. تیپ‌هایی که در 3 ایالت کنتاکی، جورجیا و واشنگتن مستقر هستند. همونطور که پیشتر ذکر شد، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و همچنین فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا ماه‌ها قبل اقامت رهبر داعش رو تحت نظر داشتن و در این راستا رفت و آمدهای پیک‌ها اعضای مخفی داعش به این محل و همچنین مکالمات رادیویی و الکترونیکی اونها توسط پهپادهای شناسایی رزمی و همچنین هواپیماهای جاسوسی نیروی زمینی و هوایی ارتش آمریکا رصد شد. نیروهای آمریکا قادر بودن با استفاده از هواپیماهای جاسوسی الکترونیکی و همچنین نیروهای خودشون در اطراف ساختمان محتویات تلفن همراه و کامپیوترهای رهبر داعش رو هم تحت نظر بگیرن. بعد از حمله داعش به زندان الصنعاء، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از طرف دولت این کشور مأمور میشه تا دومی فرمانده داعش رو به هلاکت برسونه. متعاقباً به درخواست فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا همون سنتکام، فرماندهی مشترک عملیات ویژه ارتش آمریکا، گروه عملیاتی نیروهای ویژه شماره 1 دلتا موسوم به نیروی دلتا، همچنین هنگ 160 هوایی عملیات ویژه رو برای اجرای این عملیات مأمور می‌کنه. قبل از اجرای این عملیات، نیروها حمله به ساختمان محل اقامت حاجی عبدالله رو شبیه سازی می‌کنند. بیش از 5 سالی که فرماندهی مشترک عملیات ویژه ارتش آمریکا، واحدی از نیروهای دلتا به همراه یک گروه اعزامی از هنگ 160 هوای عملیات ویژه رو توی پایگاه عملیات ویژه ارتش آمریکا توی کردستان عراق مستقر کرد. این پایگاه در فرودگاهی واقع در مجاورت روستای حریر در 45 کیلومتری شمال شرق فرودگاه اربیل و 58 کیلومتری مرز ایران هستش. هنگ 160 هوای عملیات ویژه ارتش آمریکا در مجموع 10 فروند هلیکوپتر به طور دائمی در این پایگاه واقع در مجاورت روستای حریر مستقر داره. 3 فروند از اونها هلیکوپتر MH-47G شینوک، نسخه عملیات ویژه هلیکوپتر ترابری سنگین شینوک که قابلیت حمل 36 تا نیروی دلتا رو با تجهیزات کامل اونها داره. در کنار اونها این هنگ تعداد 7 فروند هلیکوپتر میان وزن MH-60M بلک هاک، نسخه عملیات ویژه هلیکوپتر چند منظوره UH-60M رو در اختیار داره. هر بلک هاک
عملیات ویژه میتونه 9 نفر نیروی ویژه کاملا مسلح رو حمل کنه. همونطور که ذکر شد، بنا به گزارش ساکنان محلی، 3 فروند هلیکوپتر عملیات ویژه شامل 1 فروند شینوک و 2 فروند بلک هاک در مجاورت ساختمان محل اختفای رهبر داعش فرود اومد. با توجه به فرود این تعداد هلیکوپتر، به طور قطع تعداد مشابهی از این دو نوع هلیکوپتر هم در حالت ایستایی در منطقه نزدیک به محل عملیات به عنوان رزرو قرار داشتند تا در صورت بروز سانحه برای هلیکوپترهای اصلی سریعا سرنشینان و خدمه اونها رو سوار به پایگاهشون حمل بکنند. علاوه بر 6 فروند هلیکوپتر عملیات ویژه، ساکنان محلی سخن از حضور دست کم 2 فروند هلیکوپتر تهاجمی AH-64E گاردین هوا نیروز آمریکا رو در این عملیات افشا کردند. هلیکوپترهایی که به طور قطع با توجه به مجهز بودن به تیربار 30 میلیمتری در دماغه و راکت‌های 2.75 اینچی هایترا و موشک‌های هوا به سطح هلفایر آتش پشتیبانی هوایی مناسبی رو برای نیروهای دلتای شرکت کننده در عملیات فراهم کردند. در زمان اجرای عملیات هم دست کم 3 فروند پهپاد شناسایی رزمی شامل 1 فروند MQ-1C گری ایگل هنگ 160 هوایی عملیات ویژه به همراه 2 پهپاد MQ-9 پردیتور نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا در حال پرواز بر فراز منطقه عملیات توسط وبسایت‌های رهگیری هواگردهای نظامی رصد شدند. در جریان عملیات شبه نظامی‌های گروه اسلام‌گرای هیئت تحریر شام وابسته به القاعده به سمت نیروهای نظامی آمریکایی و هلیکوپترهای اونها شلیک کردند. تیراندازی اونها به یک از هلیکوپترهای MH-60M باعث نقص فنی و فرود اضطراری اون در منطقه دور از محل عملیات شد. با توجه به عدم امکان تعمیر این هلیکوپتر در محل، تصمیم به انهدام اون گرفته میشه تا توسط اسلام‌گرایان به غنیمت گرفته نشه. در پاسخ به تیراندازی اعضای هیئت تحریر شام به سمت هلیکوپترهای عملیات ویژه، هلیکوپترهای گاردین هوا نیروز آمریکا به سمت اونها شلیک کردند و تعدادی از اونها رو کشتند. اما چگونه هلیکوپترهای عملیات ویژه خودشون رو به محل رسوندن؟ محل اقامت دومین رهبر داعش ساختمان 3 طبقه واقع در شمال غرب روستای عتمه در استان ادلب سوریه بود. این ساختمان فقط 1560 متر از مرز ترکیه فاصله داشت، در حالی که فاصله مستقیم اون تا پایگاه حریر، محل استقرار نیروهای ویژه ارتش آمریکا در کردستان عراق، 686 کیلومتر خارج از برد هلیکوپترهای عملیات ویژه بود. با توجه به اینکه هلیکوپترها در مسیر خودشون باید از مناطق خالی از سکنه پرواز می‌کردند، طبیعتاً فاصله طی شده از حریر به حدود 100 کیلومتر می‌رسید. مثل عملیات شکار اولین رهبر داعش ابوبکر البغدادی در تاریخ 5 آبان 1398، هلیکوپترهای هنگ 160 هوایی عملیات ویژه برای شرکت در عملیات شکار حاجی عبدالله از حریر به پایگاه هوایی عین الاسد در غرب عراق گسترش پیدا کردند. اگرچه فاصله مستقیم پایگاه هوایی عین الاسد تا محل اقامت حاجی عبدالله در ادلب 589 کیلومتر، اما با توجه به وجود تعداد کمتری از روستاها و شهرها در مسیر پروازی، مسافت کامل طی شده برای رسیدن به روستای عتمه در ادلب فقط به 654 کیلومتر میرسید. برد هلیکوپتر MH-47G شینوک 560 کیلومتر و برد نهایی MH-60M 5 بلک هاک 511 کیلومتره. برای همین در مسیر پرواز هلیکوپترها از پایگاه عین الاسد تا روستای عتمه در شمال سوریه به اونها سوخت رسانی شد. در این راستا 2 فروند هواپیمای سوخت رسان MC-130J کماندو 2 نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا مستقر در پایگاه عین الاسد مورد استفاده قرار گرفت. این هواپیماها در مسیر برگشت هم به 5 فروند هلیکوپتر باقی مونده عملیات ویژه سوخت رسوند. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.